سفارت امریکا در لبنان جنگ علیه مقاومت را مدیریت می کند. دبیر کل حزب الله لبنان در مراسم هفتمین روز شهادت عباس الیتامی ملقب به ابو میسم از فرماندهان جهادی حزب الله و نزدیک به حاج قاسم سلیمانی با اشاره به اینکه همه اقدامات مالی و رسانه‌ای سفارت امریکا در لبنان علیه مقاومت شکست خورده است گفت من 2005 الان از سال 2005 تا کنون ده ها میلیارد دلار هزینه خدشه وارد کردن به جبهه مقاومت شده و شکست خورده است از سال 2005 تا کنون نبرد در لبنان علیه مقاومت و علیه همه نیروهای ملی واقعی توسط سفارت آمریکا مدیریت شده است و همه این تلاش ها شکست خورده است دو سفارت آمریکا و عربستان در طول سالهای گذشته برای شعلهور بر کردن جنگ داخلی در لبنان تلاش کردند سید حسن نصرالله با اشاره به اینکه شرکت های اکتشاف و حفاری نفت و گاز از ترس تحریم های امریکا حاضر به حضور در لبنان نیستند تاکید کرد نحن جاهزین نجیب شرکه ایرانیه و عنده خبر عظیمی جدا ما می توانیم از شرکت های ایرانی کمک بگیریم که بسیار ماهر هستند ما به دولت پیشنهاد می دهیم شرکت های ایرانی می توانند برای استخراج نفت و گاز و فروش آن در لبنان حضور داشته باشند شرکت های ایرانی از حمله هوایی اسرائیل نمی ترسند و می توانند نفت و گاز را استخراج کنند و آن را به فروش برسانند ان سفینتنا الثانیه ستبحر خلال ایام ان الله دبیر کل حزب لبنان با اشاره به اینکه دومین کشتی سوخت خریداری شده از ایران در روزهای آینده عازم این کشور می شود درباره وعده های سفیر امریکا برای حل مشکلات سوخت و برق لبنان اظهار داشت لیکن المهم لازم اللبنانیین يعرفوه هو ما مهم این است که لبنانی ها آگاه باشند و هده های سفیر امریکا بلای حل مشکل برق و گاز به شیش ماه تا یک سال زمان نیاز دارد. این پروژه ها به مذاکره با سوریه نیاز دارد و در تاریکی و به صورت پنهانی قابلیت اجرایی ندارد. سفیر امریکا به ما اوهام و خیالات می فروشد. اما اگر این اوهام تحقق یابد ما ناراحت نمی شویم چرا که این مسئله به معنای شکست محاصره است. سید حسن نصر الله با اشاره به صبر، بصیرت، آگاهی و تحمل مقاومت تصریح کرد. تجربه ثابت کرده است مقاومت از هر نبردی قوی تر از قبل خارج شده است. دبیر کل حزب الله لازمه اقتصاد مولد در لبنان را استخراج نفت و گاز دانست و با سراحت گفت اگر شرکت های ایرانی برای استخراج نفت و گاز به لبنان بیایند رژیم صهیونیستی جرأت تعرض به آنها را نخواهد داشت. حسن عظیم زاده خبرگزاری صدا و سیما ساحل بیروت.